خیلی خوب، من میخواستم بگم که دقیقاً کار مهم اینه که وقتی که ما با هم اختلاف نظر داریم بتونیم با هم صحبت کنیم. اگر نه من راجع به شب صحبت کنم، شما راجع به روز، خب این مسئله ای نیست. مهم اینه که بشه راجع به مطلبی که اختلاف نظر داریم بدون اینکه بخوایم به صورت شخصی با هم برخورد کنیم. بنابراین هر کسی باید سعی کنه از دیدگاه خودش این مسئله رو بررسی کنه و اینجاست که آخرش به اینجا ختم میشه که ببینیم چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه هنوز نظریات مذهبی نداشته باشیم. بفرمایید کمونیسم عزیز، امیدوارم که بتونیم بدونیم که برخوردی باشه با هم صحبت کنیم. کمونیست شما بفرمایید، 5-6 دقیقه میتونید صحبت کنیم. بله، با سلام مجدد. راستی من فکر میکنم که گوش نده به حرفای پویانه، اما بیاد حرف بزنه. اصلا نمیشه آقا، گوش کنی، وقتی ما راجع به یک موضوع هم حرف میزنیم، پویان آمده یک مسئله ای را مطرح میکنه، وسط این بحث هم یک چیزای جنبی هم پیدا میشه که مهمه. وقتی از زبان سخنگو اون مسئله مطرح میشه، ما هم که میشنویم ناچار میشیم به پاسخگویی. همیالا سیاوش آمد راجع به دترمینیزم صحبت کرد. اصلا چی میگه که دترمینیزم امر غلطی است؟ به چه دلیل غلط است؟ امروز اگه از دترمینیزم حرف میزنیم، به این معناست که آقا انسان ها هم هستن توی این مسئله. اگر شما میگید بدون انسان چیزی قابل تغییر و تحولی در حوزه اجتماعی، در حوزه سیاسی ممکن نمیشه، خب آقا دترمینیزم یک امر واقعی است، الکی نیست که. من مطمئنم بعد از سرمایه داری سوسیالیزم میاد. وقتی این را من میگم، با قاطعیتم که میگم، آقا به خاطری که طبقه کارگری هست، منظورم این طبقه کارگره که انقلابش رو انجام خواهد داد. ولی اگه این طبقه حرکت نکنه، آقا انقلابم نمیشه. حالا ممکنه ما بگیم آقا سوسیالیزم حتمی است، اما به طبقه کارگر بی توجه باشیم و معلومه نیست. بنابراین خود دترمینیزم هم دارای برداشتهای غلطی ازش است. بعضی میگن آقا همه چیز نسبی است. من میگم نه، آب در 100 درجه به جوش می آید، این قطعی است. بنابراین باید این مسائل هم توجه بهش کرد. حالا بحثمانی نیست، گوش کنید. پویان یه جمله گفت، گفت که از خود آگاهی صحبت کرد، از خود آگاهی طبقه کارگر و لنین را رد کرد. من میخوام که بگم آقا جان، این خود آگاهی طبقاتی شما ازش حرف میزنید امری جهانی است. طبقه کارگر ایران نمیتوانه خود آگاه بشود، این ممکن نمیشه. یه طبقه جهانی است در اروپا و آمریکا و آفریقا و آسیا و آقا همه جا هست. وقتی شما از آگاهی طبقه کارگر در ایران حرف میزنید، بدون ارتباط جهانیش ممکن نیست، ممکن نیست آگاه بشود. بعدش حالا اصلا یک طبقه کارگر جهانی را هم ما کنار که بگذاریم، فعلا میرسیم به مثلا به ماتریالیسم دیالکتیک. اصلا طبقه کارگر این خود آگاهی را پیدا کرده است. از دیالکتیک حرف بزنه، از ماتریالیسم تاریخی حرف بزنه، اینو طبقه پویان عزیز بیاد اینو توضیح بده که طبقه کارگر جهانی چجور به این دست پیدا کرده. بدون فلاسفه مگه میشد؟ بدون هگل و مارکس مگه میشد؟ بنابراین اینکه میگه آقا جان طبقه باید خود آگاهی پیدا که بخوند منظورتان چه هست. مثلا علم پزشکی، طبقه کارگر از دخیل بستن به این امام و اون امام میره پیش دکتر و جراح، اینو از کجا فهمیده؟ از درون طبقه اینو فهمیده یا از درون اون جامعه و اقشار و طبقات و گوناگونی که در اون جامعه هستند؟ بنابراین شما نمیتوانی اینو اثبات بکنی. خودآگاهی طبقاتی یعنی چه؟ منظورتان تشخیص منافعش هست؟ اینو بهش میگید خودآگاهی؟
یعنی کارگر برای خود شود، منظورتان اینه؟ یعنی کمونیستا از اون ور میای از احزاب و سیاوش میام دیگه چند نفر ننه قمر. این ننه قمر ما نفهمیدیم چی، من فکر کنم که ننه قمرها همیشه بدبختا یا رخش دور بودن تو جامعه بودن، اومدن حزب ایجاد کردن. خب آقا این حزب، حزب کمونیست دیگه، داره در جهت کمونیسم کار میکنه. شما عملکردشو باید متوجه باشید. و الا آقا هر کس کارگر باشد حزب ایجاد کند، این امر غلطی است. کمونیست ها میتوانند حزب ایجاد کنند. بنابراین ما میبینیم با یک برداشتای غلطی از کمونیست ها و آگاهی طبقاتی و خود آگاهی و غیر و غیره برخورداریم. بعد همه ما هم کمونیستیم. من فکر نمی‌کنم که کسی بین ما باشه با تمام این اختلافات مخالف کمونیسم باشه، علیه طبقه کارگر باشه. نیست. با این که با هم دیگه اختلاف داریم، ولی یک خط را ما چسبیدیم، یک تناب را چسبیدیم بهش، کمونیسمه. حالا با اشکالاتی که داریم، با ضعفایی که داریم، با اون نکات منفی و مثبتی که داریم، بنابراین وقتی ما از اینا حرف میزنیم، پویان عزیز برای ما بیاد بگه این ماتریالیزم دیالکتیک طبقه کارگر چجوری از طریق خود آگاهی بهش دست پیدا کرده، یا ماتریالیزم تاریخی، یا اصلا این مبارزه طبقاتی را و انواع سوسیالیست هایی که مارکس بهشان اشاره کرده و رد کرده، اینا طبقه کارگر از کجا فهمیده؟ طبقه کارگر ایران را که ما هنوز شاهدشیم دیگه، غیر از یک داد بسیار قدیری از پیشروان و رهبرانش، بقیه آقا، بقیه حتی انقدر حالیشان نیست که اگه 6 ماه 7 ماه بهش دست مزران نمیدن نره کار، اون ماه اول باید اعتراضش را انجام بده. نمیدونه این را. بنابراین تو میخوای با این در شرایطی که انقلابی هست بیای انقلاب تو بکنی؟ چجوری؟ بدون این حزب و بدون اون سازمان سیاسی و کمونیستی. هر چیزی شرایطی داره. این بر میگرده به مذهب. مذهب در قبل از سرمایه داری، مذهب در بعد از سرمایه داری. مذهب شکل گرفتن شرایط خودشو داره. در سرمایه داری دیگه مذهب شکل نمیگیره، مذهب تازه نمیاد، اما ایدئولوژی های تازه میاد. این ایدئولوژی هم سیاسیه و طبقاتیه، به نام مذهب هم نمیاد، به نام پست مدرنیسم میاد. بنابراین باید شرایط مذهب را تشخیص داد، شکل گرفتن مذهب را فهمید. از ناآگاهی مز میاد، از پیشرفت تکنولوژی میاد، از نمیدانم ضعف علوم میاد، تمام اینا را در خودش داره. بنابراین اون شرایط دین ایجاد خواهد کرد. شرایط سرمایه داری آقا داره ژنتیکی دانه های گیاهی را تغییر میده، کمبودهای مواد غذایی را میدانه که چه باید انجام بده که برطرف بکنه. داره انسان، آقا این کلون کردن که دیگه معروفه که انسان پا گذاشته به این مرحله از دانش و آگاهی و قدرت سازندگی و فلان و بهمان. بنابراین متفاوته. امروز مذهب امری سیاسی است، همچنان که خود آگاهی طبقاتی هم که ازش حرف میزنن یک امر سیاسی است. اننه قمری هم که سیاوش که میگه امری سیاسی است. تمام اینها سیاسی امروز، اما کمونیستا منفعتشان در پیشرفت طبقه کارگر و انقلاب کارگری است. همه اینو ما میدونیم. کمونیستا حق دارن حزب بزنن، کمونیستا حق دارن آگاهی بدن، کمونیستا حق دارن آگاهی کسب بکنن، همه چیز. جدا کردن اینها به ضرر طبقه کارگر و سوسیالیسم. خیلی ممنونم. بسیار خوب، خیلی ممنون کونیزم عزیز. بفرما پویان جان، میکروفون برای شما. صدا هست؟ صدا؟ مرسی. من از سوال مداد رنگی عزیز شروع میکنم، مسئله اخلاق.
ابتدا یه مسئله رو در رابطه با امر، یعنی اون چیزی که تحت عنوان اخلاق در یک جامعه شکل میگیره، خب این منشأ های مختلف میتونه داشته باشه. یعنی ما اخلاق عرفی داریم، اخلاق مذهبی داریم، اخلاق اجتماعی داریم. یعنی اینکه این زمینه این اخلاق کجا شکل گرفته باشه، خب طبیعتاً مثل هر پدیده دیگه در خدمت به یک سری اهداف مشخصی است. ولی اینکه نقش اخلاق عمدتاً، یعنی بررسی نقش اخلاق رو در جوامع مختلف موقعی که بررسی میکنیم و حتی از نظر تاریخی که بررسی میکنیم، در واقع نشون میدیم که اگر این نشأت گرفته باشه از به اصطلاح جریانات مذهبی، این چه نتیجه اجتماعی رو به بار میاره. یعنی یه زمانی هگل جامعه رو که وقتی توضیح میداد، جامعه مدنی، دولت و اخلاق رو سه پایه جامعه میدونست و معتقد بود که خردگرایی انسان که به همون روح مطلق تبدیل میشد، در واقع همراه با اخلاق مسیحیت هست که روش میکنه. یعنی معتقد بود که اخلاق مسیحیت همچنان با خردگرایی روش میکنه و در خدمت به جامعه آشتی یافته یا جامعه در واقع نهایی میرسه، جامعه مطلوب میرسه. و مطرح کرد که امر اخلاق باعث این میشه که قرارداد اجتماعی، یعنی اخلاقیات که مسیحیت تبلیغ میکرد، باعث این بشه که این قرارداد اجتماعی در واقع نه توسط فقط قانون بلکه توسط انسانها پایداری بشه ازش. یعنی تعهد به قرارداد کاری رو در واقع بخشن اخلاقی هم میدونست که مربوط به در واقع اخلاق مسیحیت بود. یک شخصی به اسم پلوتاش مطرح میکنه که یعنی در تایید این اخلاق مسیحیت مطرح میکنه که اخلاق دینی عمدتاً به علت اون جزای اخروی، جزایی که اگر شما عدول بکنید از اون اخلاق بهش گرفتار خواهید شد، باعث این میشه که خطا در جامعه نشه، گناه انجام نشه. مارکس باش بحث میکنه، میگه که اتفاقا برعکس این مسئله است. یعنی چی؟ یعنی عاملی که در واقع انسان رو به عنوان یک انسان آزاد، به عنوان کسی که تصمیم گیرنده خودش باشه، رو از طریق ترس، از طریق عواقب حرکتش تهدید که میکنین، این انسان در واقع عکس العملش خردگرایانه نیست و چون خردگرایانه نیست، امکان این که به نوعی به خطا نزدیکتر بشه یا دست به عمل خطا بزنه خیلی بیشتر میشه. یعنی انسانی که توانایی قدرت تشخیص رو نداره و این قدرت تشخیص تحت سایه به قول معروف ترس شکل گرفته، طبیعتاً از این انسان به نوعی در واقع یک انسان بی ارادهی شکل میگیره که این انسان بی اراده چون راه روش خودش رو دقیقا نمیدونه، میتونه به هر طرفی در بغلد. به نظر من مسئله اخلاق در واقع این که این اخلاق از جانب چی شکل گرفته باشه. به نظر من این اخلاق، یعنی ما صحبت از مثلا اخلاق کاری میکنیم، اخلاق کاری به عنوان یا اخلاق درونی خانواده میکنیم، یا اخلاق که منظورم اینه که منشأ این رو که مشخص میکنیم، خب طبیعتاً بازتابهای اجتماعی خاص خودش رو داره. این که اخلاق یک امر
میتونه یک امر تعیین کننده در رفتار انسان ها باشه، خب این امر مسلمیه. ولی جامعه یک جامعه سیاله، جامعه که در حین اینکه مبارزه درش داره انجام میشه، عواملی که در چین مبارزه شرکت میکنن هم متفاوت هستن. یعنی بورژوازی به نظر من با اخلاق کاری که تبلیغ میکنه، با اون چیزی که تبلیغ میکنه، اگر انسانها به قول معروف کار نداشته باشن، تنبل باشن، این اخلاق تنبلی یعنی تن ندادن به کار، این به عنوان یک امر اجتماعی عمل میکنه، با اون چیزی که در واقعیت وجود داره، اون که شرایطی که توی جامعه وجود داره و این امر رو به نوعی نه به صورت اخلاقی، به صورت یک عینیت اجتماعی برملا میکنه، خب متفاوته. اخلاق انقلابی طبیعتاً پایبندی به یک سری فرهنگ، اخلاق انقلابی پایبندی به یک سری اصول انسانیه. خب این اگر رعایت نشه، یعنی به نوعی میخوام بگم که اخلاق در واقع حلقه واسطش این که این اخلاق رو چه شرایطی شکل داده، چه ایدئولوژی شکل داده، چه فلسفه این اخلاق رو مطرح کرده، ماهیت اون اخلاق رو هم تعیین میکنه به نظر من. و یعنی یک ماهیت به قول معروف هگلی توی هوا نداره، که یک مفهوم نیست، بلکه یک از روابط اجتماعی نشأت گرفته. مضمون اون روابط اجتماعی که اون اخلاق رو در واقع توصیف میکنه که چی هست. نمیدونم تا اون اندازه به قول معروف که تونسته باشم با زبان الکن خودم توضیح بدم، امیدوارم که توضیح داده باشم. در رابطه با بحثی که رفیقمون ایلی جان کرد، به نظر من اون چیزی که حداقل به نظرم در من مطرح کردم، این که عواملی رو که باعث یک تغییر توی یک جامعه میشه، این رو از درون یک جامعه باید مشخص کرد، یعنی از درون خود اون جامعه بیرون آورد. و خب طبیعتاً عوامل دیگه در شکل‌گیری این دخالت میکنن. بحث امپریالیسم به نظر من حداقل در یک کلیت خودش، اون چیزی که به عنوان پدیده امپریالیسم ما میشناسیم، توی فرهنگ سیاسی ایران از نظر تئوریک دو گونه بررسی شده. یک گونه به صورتی که امپریالیسم رو یک امری خارج از جامعه میبینه، یک قدرتی بیرون از جامعه میبینه که تاثیرگذاره توی جامعه، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی میتونه تاثیر بذاره. یه دونه درک دیگه هست که امپریالیسم رو حاصل مناسبات اجتماعی میدونه که تاثیر پذیرفته از در واقع روابط تولیدی هست که در دوران تاریخی سرمایه‌داری در عصر امپریالیسم شکل گرفته و حاکمیت‌های سیاسی و اینا به نوعی مولود این جریان هستن. یعنی نه اینکه ما با دولت‌های سر کار داریم که این دولت‌ها به قول معروف دولت‌های مستقلی هستن، به نوعی فرمان بردار امپریالیست هستن یا در جهت منافع امپریالیست کنن، ولی به قول معروف خودشون کت خدای ده هن. خودشون تصمیم میگیرن، میتونن به قول معروف این ور اون ور بزنن. یه دیدگاه دیگه است که اینو در رابطه با دولت میگم، این که دولت بخشی از این نظام سرمایه‌داریه، بخشی از این نظامیه که امپریالیسم به عنوان یک نظام اجتماعی، سیاسی، حتی فلسفی، تاریخی داره عمل میکنه باشه. خب اینا دوتا متفاوت.
نگاه دوم در واقع امپریالیست رو یک عامل درونی در درون جامعه میده و خب طبیعتاً حاصل مناسبات سرمایه‌داری میدونه. این نگاه طبیعتاً مبارزه با امپریالیستش مبارزه با سرمایه هم هست، ولی نگاه اول مبارزه با امپریالیستش مبارزه با سرمایه لزوماً نیست و میتونه در واقع مبارزش یک مبارزه ملی باشه، میتونه از عوامل مختلفی استفاده بکنه برای اینکه امپریالیست در یعنی به عنوان یک عامل خارجی در درون شرکت نکنه، ولی اون رو اصولا در مناسبات درونی نمیبینه. به نظر من حداقل این دو دید مسئله رو روشن میکنه. این که حالا دیگه خود امپریالیسم به عنوان یک پدیده تاریخی چقدر متحول میشه، چه جوری عمل میکنه، اینا خب اون یه بحث جداگونه خاص خودشو داره. در رابطه با بحثی که رفیقمون کمونیست کرد، ببینین دترمینیسم یه مفهوم خاصیه. دترمینیسم به این معنی که نقش انسان‌ها در شکل‌گیری چه از نظر به قول معروف طبیعی چه از نظر اجتماعی، نقش انسان‌ها به قول معروف دخالتی در شکل‌گیری این پدیده نداره. این مفهوم دترمینیسم. این دیگه نمیتونیم بگیم ما یه دترمینیست هم داریم که انسان‌ها در دخالت، دیگه اون دترمینیست نیست. برای همینه که وقتی ما صحبت از کار میکنیم، کار انسانی میکنیم، کار انسانی دو بخش داره. یه بخشش در واقع با کار حیوانات، حیوانات هم کار میکنن دیگه، حیوانات هم لونه میسازن، صیادی میکنن، خونه نمیدونم سد میسازن، ماهیگیری میکنن، شکار میکنن، اینا. این امر، امری که انجام میدن یه امر در واقع غریزیه و شکل دترمینیست داره، شکلی داره که اراده اینها، اراده به عنوان عقلانیتشون در شرکت نداره. ولی یه کاری هست، این کار موضوعیت یافته است. یعنی انسان‌ها وقتی که ابزار می‌سازن کارشون موضوعیت یافته است. یعنی چی موضوعیت یافته؟ یعنی یک چیزی رو می‌سازن که این چیز هرچی هست، چه مادی چه معنوی، در واقع یک نقش اجتماعی داره، میتونه در خدمت انسانها باشه، میتونه یه کاری، یه ابزاری باشه براشون، میتونه تسکینشون بده، میتونه خدمت بکنه بهشون. به هر حال و خود انسانها رو موضوعیت میده. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک نجاری که کار نجاری میکنه، کاری یعنی انسانی که کار نجاری میکنه به یک نجار تبدیل میشه، یعنی موضوعیت پیدا میکنه توی اون جامعه. ببینید وقتی که صحبت از این میکنیم موضوعیت پیدا میکنه، نقش کار خودش که موضوعیت میده به هم محصول کارش و به هم به شخصیتش به عنوان یک شخصیت اجتماعی که اون موضوعیت یافته است توی جامعه، توی این پروسه است. یعنی در این پروسه است که امر آگاهی شکل میگیره. امر آگاهی هیچ جور دیگه شکل نمیگیره. حالا شما اینکه این امر آگاهی رو، شکل گیری این رو به صورت یک تجربه تاریخی یه دی جمع بندی میکنن، اون یه امر دیگه است. ولی نشأت گرفتن این، چگونه نشأت گرفت و این امر تاریخی، خب طبیعتاً با گذشته خودش در ارتباطه. یعنی این اینجوری نیست که تجربه روزمره، تجربه تاریخی ما صحبت کنیم. تجربه تاریخی بخشاً تئوریزه هم شده دیگه، در این امر روزمره عمل میکنه. ولی اگر این امر روزمره که بازم میگم ناشی از پراتیک اجتماعی روزمره هست شکل نگرفته باشه، طبیعتاً اون امر تاریخی هم بیمعنیه براش. یعنی چی؟ یعنی اگر یه عده خودشون رو کمونیست میدونن و این به قول معروف رسالت برای خودشون قائل هستن که به این امر تئوریک اشعاف دارن و این رو میخوان به پراتیک سیاسی توی جامعه تبدیل بکنن، اگر اینا حلقه هایی
از اون پراتیک سیاسی، پراتیک اجتماعی، پراتیک تولید در جامعه نباشه، یعنی در ارتباط مستقیم با اونا عمل نکنه و از اونا کسب نکنه تجربیات روزانه اونا و از عواملی رو که اونا رو شکل داده و در واقع حیات اجتماعیشون رو با پراتیک سیاسیشون مشخص میکنه جدا بشه، خب طبیعتاً یک جریانی جدا از اون چیزی میشه که منشأ آگاهی رو شکل داده. یعنی منشأ آگاهی اینجوری نیست که شکل بگیره تموم بشه نوشته بشه، مثلا مارکس تو کپیتال نوشته بشه تموم شد رفت دیگه، دیگه اصلا دیگه این آگاهی دیگه اصلا مکتوب شده و هستش و دیگه اصلا لازم نیست که کسی، هر که رفت خوندش یا هر کسی به قول معروف شب خوابید صبح بیدار شد ملا شد دیگه همه چیز آگاهه. آگاهی در رابطه با پراتیک اجتماعی انسان‌ها شکل می‌گیره. این پراتیک اجتماعی یه بُعد تاریخی داره، یه بُعد اجتماعی داره و این دو بُعد هستن که در رابطه با هم، یعنی شما وقتی یک تئوری رو صحبت ازش می‌کنی، این تئوری در واقع به عنوان جمع‌بندی از پراتیک گذشته است. یعنی وقتی که مارکس میاد بررسی میکنه مثلا سوسیالیست های مختلف رو، در واقع پراتیک اجتماعی این بخش های مختلف رو بررسی میکنه و در واقع نشه این پراتیک اجتماعی در واقع از نظر تاریخی، از نظر تئوریک چه اشکالاتی داشته با اون اهدافی که در واقع میخواستن اینا اعمال بکنن، ولی حاصلش، یعنی شما تمام گروندریسه را اگه مطالعه بکنید، گروندریسه دقیقاً تجربیات طبقه کارگر توی انگلستان از کوچکترین مبارزات اتحادیه سندیکایی شروع میشه تا نمیدونم مبارزه برای 8 ساعت کار، از تمام ایناست که در واقع به یک تئوری تبدیل میشه و این تئوری تموم شده نیست، این تئوری در حال تکامل یافتنه، این تئوری در حال متکامل شدنه و این تئوری رو به نوعی، برای هم میگم امر دترمینیست، اگر قبول بکنیم که یه هم چیزی وجود داره و عمل میکنه این دترمینیست، یعنی یه چیزی وجود داره تئوریش کامل شده ما فقط باید اینو پیادش بکنیم، این میشه دترمینیست اسمش. ولی اگر انسان ها در تغییر این تئوری، در قناع کردن این تئوری شرکت بکنن، خب طبیعتا دیگه امر دترمینیست نیست، امریه که در واقع اون دیالکتیک، یعنی رابطه دیالکتیک بین عمل و تئوری هست که باعث قناع این جریان و تکاملش میشه. و به نظر من این مسئله است که، یعنی این اگه این تفاوت رو نفهمیم، خب طبیعتا همون کاری رو میکنیم که 50 سال گذشته 60 سال گذشته کردیم. با تشکر. خیلی ممنون، مرسی پویان عزیز، خسته نباشین. دوستان همگی خسته نباشین. آخرین نوبت ها رو به دوستمون سیاوش نفر 5 دقیقه و کمونیسم میدیم، بعد از اون رخ یک نوبت دارن که از 3 ساعت پیش نوبت گرفتن و بعد پویان آخر سر اگر مایل بودین صحبت اختتامی پایانی اگر داشته باشین حتما با کمال میل گوش میدیم. خیلی خوب، کار امروزمون خیلی خوب بوده و فکر کنم 3 ساعت این بحث، 4 ساعت دیگه هم الان داره میشه، هنوز دوام آوردیم. امیدوارم که اینطور باشه. داد و بیداد. بفرما سهوشان 5 دقیقه. با سلامی تازه خدمت دوستان. البته دیگه پویان سنگ تمام گذاشت دیگه، مسئله رو قشنگ باز کرد مفهوم چیه. ولی بحث بر سر اینه که حتی اگر آدم خونده باشه، آدم چیزه میتونه بپذیره که آجان یه طرف واقعا نسید خونده یه چیزی رو. بحث بنده بر سر این هست که وقتی که شما میگید ماتریالیسم دیالکتیک،
مارکس 5 تا کتاب تئوریک داره خدمت شما عرض کنم، علاوه یه سری مقالات جزوات داره مسائل تئوریک. شما بیا با من ببین که تو یکی از اینا نوشته که من یه چیزی رو کشف کردم به نام ماتریالیسم دیالکتیک. این یک سری چرندیاتی است که استالین به نام لنین تو به حلقوم ما فرو کرد. این مسائل رو باید رشوشه صحبت کرد، بحث کرد. دیالکتیک صرفاً رابطه بین ذهن و عین هست، هیچی دیگه نیست. هر جا داشت مارک صحبت کرده فقط راجع به همین صحبت کرده، رابطه ذهن و عین. ما به هر چیزی یه دونه دیالکتیک اضافه کنیم مسئلمون حل نمیشه. اینها یه سری مسائل پیش پا افتاده است. در ضمن سوسیالیسم خیلی چیز راحتیه. من 14 سالم بود فهمیدم سوسیالیسم یعنی چی. کتابم نخونده بودم به غیر از یه سری رمان و امثالام که سرمایه داری بده، استثمار بده، این سیستم قابل تحمل برای انسان نیست، باید تغییر کنه و یه سیستم جامعه باید خودگردان ایجاد بشه. همینو بس. کسی اینو با من تزریق نکرده، احتیاج و تزریقش هم نداشت. حالا این تزریق چه آقای مارکس بخواد بکنه، چه آقای لنین بخواد بکنه، چه هر کس دیگه. سوسیالیسم از کتاب بیرون نمیاد. تشکر از وقت، آرزوی سلامتی و سرفرازی براتون. میکروفون رها. خیلی ممنون سیاوش عزیز که به موقع صحبتتون رو خاتمه دادین. بفرما کونیس، شما هم چند دقیقه و بعد از اون نوبت روح خواهد رسید. بله با سلام مجدد. راستش من میخوام اصلا تأکید میکنم یا پافشاری من بر اینی که آقا اگه ما میگیم هر چیزی نسبیست یا علم نسبیست، معنای این نیست که قاطعیت و قطعیت را در خودش ندارد. علم در هر مرحله قطعیت خودشو داره و الا ما تمام شناختی که داریم بیمورد میشه. اصلا محاسبات فضا و غیر و بیره که داریم انجام میدیم و میریم به فضا همش اشتباه در میاد. بنابراین یک قطعیتی وجود دارد، این قطعیت را بایستی به رسمیت شناختش. دوتا چهارتاست، پنجتا نمیشه. خب دیگه آقا این قطعیته در ریاضیات. خب اینو باید پذیرفتش. نسبی بودن هر چیزی به معنای واجان در حوزه علم مثلا طبیعی همه چیز نسبی است. چرا؟ هی داریم این واقعیت ها و حقایق را کشف میکنیم، ولی تا اونجایی که کشف کردیم قطعیت را در خودش داره. اگه ما داریم برای سوسیالی کار میکنیم یه قطعیتی در خودش هست و کل نیستیم که بیایم به دنبال سوسیالیسم. اگر که بدانیم نمیشود. میشود. من میخوام به این تأکید بکنم که اگر اینو نبینیم آقا دیگه هیچی، دیگه پادر هواییم. نمیدانم چی، برمیگردیم به لاادریون. ما نمیدانیم چیست. قطعیتی باید وجود داشته باشد. همه چیز مادی است. سیاوش جان اصلا بحث هگل و مارکس دعواشان بر سر ماتریالیسم دیالکتیک هست. هگل این دیالکتیک را در ذهن میدید،
مارکس این را متریالیستیش کرد. لول میزنی سیتی ها باش. پس دعوای هگل و مارکس بر سر چیه؟ هگل تکامل را و دیالکتیک را آقا در ذهن میبینه، مارکس اینو برعکسش کرده. بنابراین مارکس تمام بحثش با هگل این آقا متریالیزم دیالکتیک. خیلی عجیبه این برای من. اینکه اصلا مارکس در کجا حرفشو گفته فلان گفته. بنابراین هر چی آقا برای هر معرفم اینه دترمینیزم هم که آقا جبر. شما خویان عزیز میگید سرمایه فقر میسازد. این از کجا میاری میگید؟ سرمایه داری فقرزاست. این چیه؟ این قاطعیته. این جبریست که سرمایه داری به جامعه‌گری تحمیل کرده. تا سرمایه هست فقرم هست. این قطعیه. علت و معلول چیه پویان جان؟ علت همون جبره، همون دترمینیزمی است که ازش حرف میزنیم. شما میگی علت این پدیده اونه، علت این مسئله اون است. بنابراین این علت وقتی تو ما تشخیص میدی و بیان میکنی از دترمینیزم هم حرف میزنی. علت فقر سرمایه داریست مثلا یا جامعه طبقاتیست. قطعیت را در خودش ما داریم و دترمینیزم هم در اینجا معنا پیدا خواهد کرد. بنابراین شما اگر از دترمینیزم حرف میزنی، جبر حتمی است، یک اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین از طبقه کارگرم حرف میزنی چون اینه که باید این قطعیت را و جبر را اعمال بکند. و الا دترمینیزم همینجوری بدون انسان اصلا معنا میده. دترمینیزم این نیست که همینجوری یه چیزی خود به خودی نیست و داره چیزی دیگری میشود. دترمینیزم را انسانها حرفشو میزنن یا عمل بهش خواهند کرد. من میگم کمونیستم، کمونیسم را خواهم آورد. طبقم اینجاست، سازمانش باید بدم و سوسیالیسم را بیارم. دارم اینو به زور من اعمالش من خواهم کرد. ولی حالا بعضی هم هستن که دترمینیزم را سعی میکنن انسانها را و نقش اونها را خونسا بکنن یا بی توجه بهش باشن. ولی اگه ما از یک مسئله حرف میزنیم در مجموع در درون جامعه انسانی با توجه به مبارزه طبقاتی ازش حرف میزنیم، من میگم سوسیالیزم حتمیست. معناش اینه که بدون کارگران و بدون وجود جامعه سرمایه داری این سوسیالیسم خواهد آمد. ناش این نیست آخه. من میخوام که بگم بابا جان یک توجه و دقتی هم باید کرد. همه چیز نسبی است، اما در جریان این نسبی بودن حقایق علمی که داریم کشف میکنیم قطعیت ها هم وجود دارد. اگر نداشت به فضا نمیرفتیم، جراحی مغز انجام نمیدادیم. همین. خیلی ممنونم برام. بسیار خوب، خیلی ممنون. دوستان همگی خسته نباشید و میکروفون رو من اینجا به رخ عزیز میدم. صحبتی دارن در خاتمه بس و بعد از اون اگر پویان مایل باشن هم میتونن بعد از رخ صحبت کنن. بفرما روخ عزیز، میکروفون برای شما. سلام و عرض ادب مجدد خدمت دوستان عزیز و خسته نباشید. ابتدا تشکر کنم از اتاق گفتمان، گردانندگانش، پرواز عزیز و به خصوص امشب تشکر کنم از پویان که این بحث رو شروع کردن و ادامه دارن میدن. یکی از بهترین و مفیدترین بحث هایی که امروز روز واقعا ما بهش نیاز داریم همین بحثی هستش که پویان داره انجام میده.
و امیدوارم که ادامه بدن به این صحبتشون. و همینطور که میبینید خب نظرات مختلف هم هست، دلیل اصلیش هم همین هست که این نظرات مختلف هم مطرح بشه و به هر صورت برسیم در نهایت حالا نتیجه نسبی برسیم، همین نسبیتی که کمونیسم عزیز راجع بهش صحبت بکنه. به هر صورت خیلی ممنون. عرض کنم که من کوتاه بکنم صحبتم و خیلی کوتاه یه توکی به دوتا نکته کوچیک میزنم. ابتدا هم یکی راجع به اسپانیا هست که امروز حزب دست راستش، این بزرگترین حزب دست راستی که در اسپانیا هست، یکی سوسیالیست هستن یکی دست راستی ها هستن که دوتا حزب هر کدومشون یه بار به قدرت میرسن. این به حسرت میدونید که سوسیالیست ها آمدن رو کار، داستان های پیش آمد و اینها. حالا امروز انتخابات شده بود در حزب و به هر صورت نتیجه انتخابات این شد که کسی رو انتخاب کردن که اولترا درچا هست، یعنی هم شدیداً مذهبی هست هم شدیداً ناسیونالیست هست. این رو انتخاب کردن به رهبری حزب خودشون، نوید آزادی های جدید میده. این جمله خیلی بودار هست، این آزادی های جدید یعنی برگشت به زمان فرانکو، یعنی قوانینی که از زمان فرانکو و بعد از فرانکو اون قوانین رد شد، اونها رو مجددن اینها میخوان زنده بکنن. یعنی وقتی میگه آزادی های جدید، ببینید کلمات سیاسی هر کدوم داستان داره درش. آزادی های جدید میخواد بدین، آزادی های جدید برای قشر به خصوصی هست که داره صحبتش میکنه. به هر صورت این اتفاق نکته ای هست که برای اروپا هم دارای اهمیت هست. و اینکه ما به طور کلی، من شخصا معتقد هستم که وقتی هر کدوم از ما در کشورهای مختلف زندگی میکنیم، دوستان عزیز، شناخت قوانینش و شناخت تاریخش و شناخت تغییراتی که درش اتفاق افتاده در سده اخیر بسیار بسیار مهم هست و به ما کمک میکنه که بشناسیم، بدونیم تکلیف خودمون رو بهتر و بیشتر بشناسیم و اشتباهاتمون کمتر بشه برای تصمیم گیری و نظر دادن. این هستش که من همیشه تأکید دارم که مسائلی که در کشورهایی که هستیم اتفاق میفته رو بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. به هر صورت من میگذرم از این صحبت و بعد یک نکته رو فقط اشاره کنم با کمونیسم عزیز و بعد میخوام راجع به خیام در آخر صحبتام یک اشاره کوتاهی بکنم که ایشون صحبت کردن از شرابخواری خیام، صحبتی در این مورد داشته باشم کوتاه، البته یک دقیقه‌ای، چرا که لزومی نمیبینم که ادامه بدم صحبتم. و هر صورت آب در 100 درجه جوش نمیاد کمونیسم جان، آب در لب دریای آزاد در 100 درجه به جوش میاد. ولی اگر شما از کوه صعود بکنید و به ارتفاع بالا برید، فرض بفرمایید در 5000 متری قرار داشته باشید، در 95 درجه به جوش خواهد آمد. بنابراین 100 درجه همه جا به جوش نمیاد. این قانون دقیقش همین این هستش که این بحثات، این چیزی که گذاشتن گفتن خب کجا جوش میاد، گفتن لب دریا، گفتن چند درجه هم همینطوری تعیین کردن. پس خب اینو میگیم 100 درجه، 100 درجه در اونجا بسیار خوب، ولی در 5000 متری در با 95 درجه جوش میاد، در 10000 متری با در 90 درجه جوش خواهد اومد. و اصلاً این قطعی نیستش. برای همین من اینو تاکید میکنم که وقتی میگیم صحبت میکنیم مشخص بکنیم که این تاکید ما چه، یعنی درسته آب در 100 درجه در لب آب قانون داره و قوانینش صحت داره، در 100 درجه اونجا، در 1000 متری در 99 درجه جوش خواهد آمد. اینها قوانین به همین دلایل هم تونستن به فضا برن، همینطور که شما گفتید. به هر صورت این رو خواستم فقط بگم، بعد در مورد خیام هم صحبتی خواهم کرد. من ابتدا هم فوت شاملوی عزیز رو تسلیت میگم به دوستان عزیز و همه عزیزان و متاسفم واقعا از اینکه ایشون از بین ما رفت. میتونستن هنوز باشند، ایشون کار بدی کردن که به این زودی رفتند. به هر صورت ظلمات مطلق نابینایی
احساس مرگ زای تنهایی. چه ساعتی است؟ از ذهن هر کسی میتونه بگذره. سوال این سوال رو میکنه، اینو در پرانتز گذاشته که از ذهن شما میگذره، از ذهنت میگذره. البته روی سخنش با ایرج کابولی هست این شعر. ظلمات مطلق نابینایی، احساس مرگ زای تنهایی. چه ساعتی است؟ چه روزی؟ چه ماهی؟ از چه سال؟ کدام قرن؟ کدام تاریخ؟ کدام سیاره؟ تک سرفه این آگاه تنگی از کنار تو، آه احساس رهایی بخش همچراقی. همچراقی منظورش دید مشترکی پیدا کردن است. به هر صورت ادامه میده، در قسمت دیگری با شخص دیگری صحبت میکنه، با آقای واحد اسکندری. حجم قیرین ندر کجایی، نادر کجایی و بی در زمانی. وانگاه احساس سرانگشتان نیاز کسی را جستن در زمان و مکان به مهربانی. من هم اینجا هستم، پچ پچه ای که غلط تا غلط تکرار می شود تا دوردست های لامکانی. کشف صحاوی مرموز همداستانی در تلنگر زود گذر شهابی انسانی. این آخرین شعر رو میخونه. این دوتا شعری که من خوندم، کمونیست جان اگر خوب توجه کنی زیاد با فاصله با گفته های خیام نداره. دسته کاغذ بر میز در نخستین نگاه آفتاب، کتابی مبهم و سیگاری خاموش شده کنار فنجان چای از یاد رفته، بحثی ممنوع در ذهن. این یک صحنه کوتاه رو از زندگی یک انسان تشریح میکنه، توضیح میده، و این بحث ممنوع رو که داره میگه مطرح میکنه. اینجا باز هم میبینیم دور از صحبتهای خیام نیست. حالا شما وقتی گمانی جان گفتی خیام آخرش وقتی میفهمه دنیا چه خبره میره عبد شرابخوار میشه، اینطور نیست، من فکر نمیکنم اینطور باشه گمانی جان. شرابی که البته من خودم شخصا وقتی با خیام آشنا شدم، یعنی شروع کردم به شناخت خیام در جوانی، خیام شما رو با واقعیت روبرو میکنه و سؤال شما رو بزرگتر و واضحتر در ذهن شما ایجاد میکنه. یعنی اون سوالی که شما راجع به زندگی دارید، اون قشنگ توضیحش میده اون سوال چی هست، چه سوالی شما دارید، اون بازش میکنه در ذهن آدم. خیلی جالبه کار خیام. و خیام شرابخوار نمیشه. اگه بخوایم به شوخی بگیم، خیلی خب بعد از اون یه کافه میره و یه شرابی میخوره، فرض بفرمایید. حالا اونم برای خستگی در کردن لابد. ولی خیام ما رو با دنیای آشنا میکنه که شما لمس فیزیکی، یعنی اجبارا شما رو میگه که اون دنیای دیگری آشنا میکنه، با دنیای دیگری آشنا میکنه که لمس غیر فیزیکی باش پیدا میکنی، لمسی ذهنی باش پیدا میکنی. سوال بزرگ، سوال رو بزرگ میکنه. خیلی جالبه، بحث خیلی شیرین و جالبه. امیدوارم این بحث رو با هم داشته باشیم، یعنی با بچه های دیگه هم داشته باشیم و میشه در این موارد هم صحبت بکنیم که بسیار جالب هست. اتفاقا به مسئله مذهب خیلی مربوط میشه صحبت های خیام. کم سوال ایجاد نمیکنه در ذهن آدم، یعنی سوال رو تکمیل نمیکنه در ذهن انسان خیام. به صورت میبینیم که در این نوشته های خوب شاملوی عزیز هم
صحبت‌های یعنی مفاهیم شعرهای خیام رو شاخه‌های مفاهیم و کلمات شاخه‌های یعنی که هر کلمه رو اگه بخوای مفهومش رو تفسیر شاخه شاخه میشه این شاخه‌های اونها رو می‌بینید به صورت شعر اینجا در اشعار خیام در اشعار شاملو می‌بینید شما دوست عزیز و این صحبت‌ها خیلی شیرین و خیلی خوب و خیلی مفید هستش امیدوارم که با هم داشته باشیم این صحبت‌ها رو و من سپاسگزارم از اتاق و در ضمن تشکر میکنم و تأسف خودم رو از رفتن شاملو ابراز میکنم و امیدوارم که شاد و پیروز باشید و آینده خوبی برای همه مردم آرزو میکنم. سپاسگزارم دوستان عزیز. مرسی. خیلی ممنون مهدی عزیز، خسته نباشید روح عزیز، ممنونم، متشکرم از مطالبی که گفتین. یاد شاملو همیشه گرامی هست. من در اینجا میخوام که از پویان ببینم که اگر مایل هستن صحبت کنن، برای آخرین صحبت میکروفون رو خدمت ایشون بدم و بعد از اون سعی میکنیم که روم رو ببندیم. بفرمایید پویان عزیز. بله صدا هست، مرسی. من راستش در خاتمه به دو تا مطلب اشاره میکنم. یکی شاید رفیقمون سیاوش مطلب رو گفت، اصلا انتقاد من به چپ وجود این تفکر دترمینیستی، یعنی این تفکری که به نوعی کمونیست هم داره مطرح میکنه. و امیدوارم که حالا توی این جلس یعنی جلسات آینده اینا این مسئله رو بیشتر بشکافیم، یعنی این مسئله رو نه به قول معروف از زاویه من یا کمونیست، به این زاویه رو اون چیزی که حداقل به عنوان منابع مشخص وجود داره بررسی بکنیم که این واقعا چیه. یعنی من فقط به دو نکته اشاره میکنم. مارکس معتقده که زیربنا رو، تحولات زیربنایی رو به طور مشخص در جامعه سرمایه‌داری میشه با حساب ریاضی به قول معروف توضیح داد. این معتقده که شما اگر انقدر سرمایه گذاری بکنید، در این شرایط سرمایه گذاری بکنید، انقدر سود میبرید. ولی وقتی که به عوامل روبنایی میرسه که طبیعتاً امر زیربنا و روبناست که تحول اجتماعی رو شکل میده، فقط امر زیربنا نیست که خود به خود تغییر میکنه، میگه اصلا اینجور نیست. در روبنا در واقع عواملی شرکت میکنن که این عوامل قابل اندازه‌گیری نیستن. یعنی این رو دقیقا میگه. یعنی به نظر من روزا لوکسانبورگ در اون به قول معروف جمله معروف خودش سوسیالیسم یا بربریت، این مسئله رو به وضوح مطرح کرد که یک چیز به قول معروف سوسیالیسم یک امر مقدر نیست، یک امر دترمینیست نیست که اتفاق میافته به هر حال یا فقط دیر و زود داره. معتقده که در میتونه بربریت هم شکل بگیره. به نظر من این اون که این دو رو تغییر میده در واقع نقش انسان هاست. یعنی اصلا بحثی که مارکس در رابطه با نقش انسان ها در تاریخ میکنه دقیقا گویای این مسئله است که انسان ها تاریخ رو میسازن، ولی نه اون گونه ای که منطقیه، نه اون گونه ای که دلشون میخواد، اون گونه ای که شرایط بهشون اجازه میده و این شرایط رو خودشون به وجود آوردن. و این مسئله در واقع مضمون دیالکتیک اینه که به عواملی رو که انسان‌ها به وجود میارن و این عوامل به روی خود انسان‌ها تأثیر میذاره، این مضمون دیالکتیک در تاریخ و چیز دیگه ای نیست. یعنی دیالکتیک یک سری قوانین خشک نیستن که به هر حال
اعمال میشن چه بخواهیم چه نخواهیم. و ماتریالیسم هم یک سری شیوه تولیدی نیست که به قول معروف دنبال هم ردیب شدن که بیان جایگزین بشن. حالا به هر حال شاید یکی دو هفته آینده این مسئله رو بتونیم خیلی یعنی به طور مشخص بهش برخورد بکنیم، که بنابراین من بخشی از نقد به چپ خود ما هم هست، یعنی بخشی هم اینو میتونیم در عمل هم نشون بدیم. خیلی ممنون، متشکرم از دوستان رفقایی که در بحث شرکت کردن و بیشتر رفقایی که در اتاق بودن و گوش کردن. با تشکر. خیلی ممنون پویان عزیز، زنده باشین. واقعا تشکر از شما که مطالب رو اینجا بر ما آوردین و عرضه کردین، همه دوستان که شرکت کردن، و من واقعا خیلی خوشحالم که ما امروز تونستیم با هم باشیم راجع این مسئله که یکی از مهمترین مسائلی هست تونستیم در موردش حرف بزنیم، و فکر میکنم هنوز جای این داره که در این زمینه بیشتر صحبت بشه تا بتونیم راحت تر با هم در باره این مطالب صحبت کنیم. ازتون دعوت میکنم به سایت گفتمان مراجعه کنین، مطالبی هست که هم در رابطه با سالگرد فوت شاملو دوستی فرستاده از کار نویسندگان که پژمان عزیز در روم زدن، و هم مطالب دیگری هست که میتونین ازش دیدن کنین. متشکرم، روزگارتون خوش، تا وقتی دیگر. سیوشان بفرمایید، فایلای صوتی هم بله اونجا گذاشته شده در سایت. خیلی ممنون روخ عزیز، همه دوستان یکایک که اینجا با ما بودین، مرسی. اول تشکر بکنم دو مرتبه از پویان و همه دوستان که درگیر بحث شدن. دوم، مداد رنگی عزیز، انسان ها اون طوری که زندگی میکنند و امرار معاش میکنند هست که فکر میکنند، این طبیعت ماست، اون طوری که امرار معاش میکنیم همونطور هم فکر میکنیم. برای همینم چیز خیلی بزرگی نیست که یه انسان اینو بگه که من احتیاج به کتاب خوندن ندارم که سوسیالیست بشم. و انسان‌های بسیار شریفی هستند و بودند که حتی یک کلاس سواد کلاسیک نداشتند، ولی یکی از بزرگترین سوسیالیست‌های حداقل در ایران که من می‌شناسم بودند. رفیق آلبرت سهرابیان یکی از ایناست. قبل از اینکه یک کتاب خونده باشه سوسیالیست بود. رفیق اوانس مرادیان یکی از این، یکی دیگر از این هست. پنج کلاس سواد داشت. این مسئله هست، هر جوری که امرار معاش میکنید همون جور هم فکر میکنید. آرزوی سلامتی و سرفرازی برای دوستان، با سرود انترناسیونال از حضورتون مرخص.
که هفته خوشی رو هم در پیش داشته باشید. میکروفون رها.